سلام، شنبه 20 تیر ماه 1388 11 جولای سال 2009 میلادی ساعت 8 صبح تهرانه. من ابتدا میخوام که اظهار نظر یکی از مفسرین غربی رو ذکر بکنم راجع به تظاهرات درخشان روز پنجشنبه 18 تیر که به درستی گفته بود که این رو باید اسمش رو گذاشت تظاهرات به سبک ایرانی و گفته بود که ایرانی ها با هوشیاری و باهوشی که دارن تغییر تاکتیک دادن، پخش شدن، نیروهای سرکوبگر نتونستن سرکوبشون کنن و ایرانی ها در حالی که شادی می کردن، در حالی که بستنی می خوردن، در حالی که گاهی به رقص و طرب در اومده بودند، اما با نشون دادن علامت یا با بعضی شعارها در جاهایی هم که دور از دسترس ماموران بود با شعارهای تندتر مخالفت و اعتراض خودشون نشون دادن و به نظر من هم این یک سبک ایرانی است در تظاهرات که اگر ما هر پنج شنبه که قرار از ساعت 5 تا 8 شب تظاهرات داشته باشیم عمومی در سطح تمام شهرهای کشور گسترده بشه، یک فصل نوینی در تاریخ مبارزات باز خواهد کرد. این رو هم بگم که هر پنج شنبه این حرکت عمومی همه با هم مثل الله اکبر شب واجبه، برای اینکه همه احساس یک پارچگی و مقاومت میکنن. این فرق داره با اینکه جوانها و اونایی که قبراخترن در واقع ممکن است که هر روز تظاهرات برقاسای 5 دقیقه‌ای در نقاط پرجمعیت بکنن که نیروهای سرکوبگر و کودتاچی رو در طول هفته هم بدوننشون، خستشون بکنن و دور شهر حرکتشون بدن و دور کشور در واقع. او به قول مشهدی ها سوای این سوا، این دوتا کاملا از همدیگه تفاوت میکنه. یه کسی پرسیده بود که آیا ما میشه شعارهای شوخی و کمدی بدیم، دست بندازیم؟ به نظر من حتما و حتما، اتفاقا در تظاهرات عمومی یا حتی تظاهرات برق‌آسا گاهی شعارهای شوخی هم ذوق ایرانی ها رو نشون میده، هم به سبک تظاهرات ایرانی بهتر میخوره و هم در سایر جنبش های دنیا هم سابقه داشته. مثلا در لهستان یک گروهی بودن که مخففشون ویپ میشد، WIP، که من نمیدونم مخفف چه کلماتی در زبان لهستان. بچه های جوانی بودند که معروف بودند به اینکه شعارهای شوخی در میارن و همه منتظر برخوردهای اونا بودند و اصلا کمک کرده بود به اینکه ادبیات مبارزه رو ببره تا اقصانقاط جامعه. مثلا اون کسی که از من سوال کرده گفته ما میتونیم هر وقت چشممون به پلیس ضد شورش افتاد بگیم پلیس ضد شورش، محمودو ببر به شورش. به نظر من خیلی هم خوبه، یا شوخی هایی از این قبیل که مطمئن باشید خود پلیس ضد شورش با هم شل میکنه و خیلی راحت تر سر زبون میفته. یک سوال دیگه شده که آیا در تظاهرات برق‌آسا ما میتونیم که یک سطل زباله یا یک لاستیکی آتیش بزنیم، به شرطی که البته 5 دقیقه وقت کفایت باشه. هیچ اشکالی نداره، برای اینکه وضع اون منطقه رو فوق‌العاده میکنه، مردم رو متوجه میکنه، عکس و فیلمی که میگیرید جذابترش میکنه و نشون میده که یک حالت اعتراضی داره، به شرط اینکه بشود که تو همون 5-6 دقیقه این کار رو انجام داد. باز یک سوال دیگه در همین رابطه شده که آیا وقتی موتور سوارا میان از این میخای سپر که الان توی اینترنت هم خیلی طرز ساختنش هستش ما بسازیم بریزیم میشه؟ به نظر من در تظاهرات برق‌آسا ممکنه موتوری ها نتونن به شما برسن، ولی به خصوص در تظاهرات بزرگ موتور سوارا همون نقشی رو بازی میکنن که اسب سوارا یه پلیس در جاهای دیگه بازی میکنن. بنابراین ریختن از این میخواد چند نفر مسئول باشن و موتورها پنچر بشه بسیار
بسیار موثره و اونها نمیتونن که بزنن وسط جمعیت، ضمن اینکه وقتی موتورشون پنچر شد اون موتور سنگین رو بعد کول بگیرن، ممکنه مردم هم کمکشون کنن موتورشون کول بگیره از صحنه تظاهرات ببره بیرون. باز یک عده جوان‌ها پرسیدن، گفتن ما در بعضی مناطق به خصوص بچه‌های دبیرستانی چند نفر پرسیدن که ما یک کمیته محلی درست کردیم، شبا تا صبح توی کوچه شعار می‌نویسیم و نیروهای سرکوبگر دنبالمون می‌کنن، ما فرار می‌کنیم، جنگ و گریز می‌کنیم، آیا این کار خوبی است؟ به نظر من حتما خوبه، به شرط اینکه اولا کسی جونش به خطر نیفته، زرنگ باشن بچه‌ها، احتیاط رو رعایت کنن که خدای نکرده مشکلی براشون پیش نیاد، و دوم این که هرگز و هرگز در مقابل یک بسیجی، یک پلیس، یک نیروی سپاهی، یک نیروی که البته شناسنامه داره و معلومه که اصلا نسب داره، هرگز شما نباید کاری بکنید که برخورد خشونت آمیز برای اون آدم با شما مجاز بشه در ذهنش. شما باید که حد برخوردتون با او جوری باشه که او اگر هر خشونتی بخواد با شما بکنه براش غیر مجاز بشه. بنابراین سنگ زدن و کتک زدن و چوب زدن و اینها کارهای خلافی است، ولی شوخی کردن و به دیوار شعار نوشتن و گاهی ترسوندن و گاهی فرار کردن و تا صبح اونها رو خسته کردن و از این طرف به اون طرف کشوندن بسیار کار خوبی است و این کاری است که از جوان‌ترا و با انرژی ترا برده. خب از این سوالات که رد بشیم، حالا سوالات زیادی هم هست، من میام سر همون بحث فلج سازی که وعده کردیم از امشب هر راجبش بحث بکنیم. ببینید وقتی یک حکومتی غیر مشروعه مثل یک قشون اجنبی میمونه که کشور رو اشغال کرده، بنابراین مردم باید نشون بدن که حکومت پذیر نیستن، مردم باید نشون بدن که این قشون اجنبی نمیتونه سوار گرده مردم بشه و کشور رو اداره بکنه. هیچ کجا نباید برای اونها امن باشه، هیچ اداره ای نباید بهش اعتماد بکنن، هیچ کارخانه، هیچ مهندسی، هیچ متخصصی، هیچ کارشناسی نباید که کوکوت کودتاگرها فکر کنن که میتونن بهش اعتماد کنن. همجور که دیشب صحبت کردیم، سه بخش هست که ستون فقراتی است که حکومت کودتا رو با مشکل مواجه میکنه، یکی برق، یکی مخابرات، یکی سیستم های کامپیوتریه. برق اون بخشی است که جون دنیای مدرن، در یک کارخونه، چه کارخونه همه اعتصاب بکنن، کارگرها همه با سختی و مشقت و تحمل هزینه و خطر و احتمالاً بیپولی و بیکاری اعتصاب کنن، چه اینکه بخش برق فقط با اعتصابی که میکنه یا با زرنگی که میکنه برق کارخونه رو از کار بندازه. فرقش تازه این است که کارخونه کار نمیکنه، ولی کارفرما ناچار حقوقشون رو هم بده. این به خصوص در کارخانجات بخش دولت اتفاق میفته. همینجا این رو هم بگم، اعتصاب به سبک ایتالیایی عبارت است از نوع اعتصابی که ظاهراً همه سر کارشونن، اما هم کمکاری میکنن، هم یک جاهایی که گلوگاه تولیده، یک جاهایی که حساس در تولید کار نمیکنه، یا اون کارگر میره روونه بهداری میشه، یا یک تیکه از یک پرس برداشته شده و اون پرس کار نمیکنه، بنابراین یک قطعه کار نمیکنه، لذا محصول نهایی از در کارخونه بیرون نمیاد. اگه جیگو فیکسچر در عقب یه دونه خودروسازی هم خراب بشه، چون در عقب مونتاژ نمیشه، ساخته نمیشه، ماشین میاد بیرون ولی چون در نداره نمیشه تحویل بشه، محصول نهایی نمیره بیرون. اعتصاب به سبک ایتالیایی روش خوبی است که در واقع عملا اقتصاد رو میخوابونه، تولید رو فلج میکنه، بدون اینکه بخواد مشکل در واقع تبعات و خطرات اعتصاب پیش بیاد. برگردیم به برق. اگر توی یک اداره در شهرداری فرض کنید تکنسین برق فقط کمک کنه به اعتصاب، بخش اعتصاب، و برق اونجا کار نکنه، تمام اون اداره کار نمیکنه. مردم هم همه میفهمند که این مردم هستن، مبارزین هستن که این کارو کردن و ناراضی نمیشن. لذا به نظر من قسمت برق بخش حساسی است که در هر کجا اگر تکنسین های اون بخش، مهندسین اون بخش، کارگرای اون بخش همکاری بکنن،
و اون بخش کار نکنه تمام اون دستگاه کار نمی کنه. عرضم را همینجا تموم بکنم به امید فردایی بهتر و موفق‌تر. تا فردای دیگه، پیروز و سرفراز باشید.